سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سر خط خبرها، ریشه های فساد 100 میلیون دلاری قرارداد سوخت وزارت دفاع ملی تا مشاوریت اقتصاد ریاست جمهوری. ریاست جمهوری بر کیفر تمامی فساد پیشگان این قرارداد تعهد می سپارد. رئیس جمهور به اساس پیشنهادات اونا به شکل مرحله وار در مقابل فساد تصمیم می گیره و این تعهد ماست. شاه دوشمشیره، محال برای انجام فساد اخلاقی یا مکان مذهبی؟ کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده نشانه های از موجودیت فساد اخلاقی را در این زیارت پیدا کرده است. بررسی های پلیس و حتی کمیسیون که از طرف پارلمان ترتیب شده به نشان می‌دهد که بعضی مواردی در اینجا وجود دارد که ممکن است باعث افزایش فساد بیشتر شود. انجام سخت‌ترین مأموریت‌ها با کمترین سهولت‌ها، خلبانان نیروهای هوایی کشور از نبود امکانات انتقاد دارند. بعد از اینکه پیلوت میشه هیچ توجه برش نیسته، شاید تغییر رقم دوام کنه، شخصا خودم شاید ادامه ندم. در این کشوری که ما پرواز میکنیم که هر ولایتش هر منطقهش خطر است، اما حق را که ما میخواییم، حق را که باید داشته باشیم، او بر ما واقعا داده نمیشه. و با کارگری از هنرهای زیبا در قهوه خانه ها، رستورانت در فیلیپین کاریکاتورهای مشتریانش را روی قهوه به تصویر میکشد. من فواد امان هستم. ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد کسانی که در پیمان سوخت وزارت دفاع ملی فساد کردند، در هر مقامی که باشند به کیفر خواهند رسید. در همین حال اتاق‌های تجارت و صنایع و نیز شمار از آگاهان و اعضای مجلس نمایندگان از رئیس جمهور می‌خواهد تا تمامی افرادی را که از سوی هیئت بررسی پیمان‌های وزارت دفاع ملی به فساد متهم شدند، یک جا با پیمانکارانی که رشوه دادند به دادگاه بکشاند. آگاهان می‌گویند که اگر رئیس جمهور در این باره با قاطعیت عمل کند، اعتماد مردم نسبت به حکومت بیشتر خواهد شد. از فساد پیشگان درون حکومتی تا اختلاس 100 میلیون دلاری، یافته های هیئت بررسی پیمان های وزارت دفاع ملی در پیمان فسخ شده سوختبار این وزارت بیش از 100 میلیون دلار تفاوت را نشان می دهند. بر بنیاد یافته های این هیئت در این پرونده، پای شماری از مقام های برحال و پیشین به شمول حضرت عمر زاخلوال، مشاور رئیس جمهور غنی در امور اقتصادی نیز کشانیده می شود. اما سخنگوی رئیس جمهور می گوید که رئیس جمهور برای پیگیری این پرونده بسیار جدی است. کمیسیونی که معذف شده بود از طرف رئیس جمهور به خاطر بررسی قرار داده، اونا بررسیشان انجام دادن، پیشنهاداتشان برای رئیس جمهور تسلیم کردن و رئیس جمهور به اساس پیشنهادات اونا به شکل مرحله وار در مقابل فساد تصمیم میگیره و این تعهد ماست. در این میان پای مقام های بلند پایه وزارت دفاع ملی و نیز اداره خدمات بازسازی و توسعه افغانستان که مسئول نظارت از این پیمان بود است و کمیسیون ویژه تدارکات پیمان تامین سوخت بار وزارت دفاع نیز در میان است. در این قرارداد نه تنها که تدارکات مسئول است، وزارت دفاع مسئول است، بلکه 3-4 وزیر بسیار بلند پایه در اینجا دست داره. از طرف دیگه RDS در این حضور داره. اینمی اشخاص و افراد باید در میدیا و در محکمه ششته شوه و علنی به مردم افغانستان گفته شوه. از میان متهمان این فساد، رئیس اداره خدمات بازسازی و توسعه افغانستان این اتهام ها را رد می کند. دیگران یا حاضر به گفتگو نشدند و یا هم پاسخی ندادند. این پیمان در جوزای سال 1393 خورشیدی با شرکت های غزنفر نفت، عبدالواسه فقیری، نارت ون پروفایننس لوجستیک سرویس و جنرال لوجستیک به ارزش بیش از 900 میلیون دلار برای 3 سال بسته شد. این شرکت ها بعد تبانی با هم دیگر و رشوه دادن به مقام های بلندپایه دولت متهم هستند. اشرف غنی تصمیم بگیره که قاطع در مردم افغانستان نشان بده که در پیش شما اگر کسی فساد کرده باشه، این را در چنگال قانون دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرته. باید کسایی که دخیل بوده، اداراتی که در اینجا سهل‌انگاری کرده، اونا باید پیگیری شوه و به مراجع عدلی و قضایی مطابق احکام قانون چیزی که پیش بینی شده باید سپرده شوه. یافته های هیئت بررسی پیمان های وزارت دفاع
نشان می‌دهند که در هنگام بسته شدن این پیمان با مقام‌های وزارت مالیه، اقتصاد، عدلیه، دفاع ملی، اداره خدمات بازسازی و توسعه افغانستان و یا با مقام‌های کمیسیون ویژه تدارکات پیمان تأمین سوختبار وزارت دفاع ملی تا 5 میلیون دلار رشوه پرداخت شده است. پلیس یکی دیگر از عاملان قتل اصلی فرخنده را بازداشت کرد، در حالی که احتمال می رود که هفته پیش رو پرونده قتل فرخنده از لوی سرنولی به دادگاه فرستاده شود. اما تا اکنون 11 تن از عاملان قتل فرخنده که 5 تن آنان عاملان اصلی این رویداد هستند بازداشت نشدند. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده خواهان کیفردهی علنی به عاملان قتل فرخنده است و حراس از آن دارد که دادگاه در این پرونده زیر فشارهای سیاسی قرار بگیرد. این کمیسیون میگوید که نشانه هایی از وجود فساد اخلاقی در اتاق های زیارت شاه دوشمشیره به دست آمدند. در حالی که احتمال می رود هفته پیش رو پرونده قتل فرخنده از سرنولی امنیتی ملی به دادگاه فرستاده شود، تا کنون 11 تن از عاملان این رویداد بازداشت نشدند. روز چهارشنبه به تازگی پلیس کابل سیف الرحمن، فردی که از آغاز حمله تا پایان به آتش زدن فرخنده نقش اصلی داشته است، بازداشت کرد. اما تا کنون 5 عامل اصلی قتل فرخنده که دو تن آنان پادشا و عبیب دی افغانان نام دارند بازداشت نشدند. مردم نگران هستند که در محاکم قضیه تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیره و از اصل مسئله به بیراهه کشانده نشه، ولی ما در مراحل محاکماتی هم قضیه را تعقیب میکنیم و پیشنهاد ما هم است که محکمه علنی دایر شود برای متهمین. یافته های این کمیسیون نشان میدن که از اتاق های زیارت شاهد شمشیره برخی از نشانه های فساد اخلاقی نیست به دست آمده است. بعضی محلات تحت نام محلات مقدس ما هیچگاه نشک میکنیم، نه هم دست میزنیم، نه هم قابل دسترس به هم است، در حالی که بررسی های پلیس و حتی کمیسیونی که از طرف پارلمان ترتیب شده به نشان میده که بعضی موارد در اینجا وجود داره که ممکن است باعث افزایش فساد بیشتر شود. یک عضو کمیسیون حقیقت یاب میگوید که از یکی از اتاق های زیارت کاندوم و قرص های تقویه جنسی به دست آمده است. ریاست مبارزه با جرم های جنایی فرماندهی پلیس کابل نیز تایید می کند که برخی از لوازم از اتاق متوالی زیارت به دست آمده است. بعضی موارد دریافت شده که در تحقیق فرمانی قرار دارم و به چیزت بیشترش آگاه نیستیم. حکومت یک بار دیگر تعهد می سپارد که در این رویداد به گونه قاطعانه برخورد خواهد شد. حکومت وحدت ملی تعهد داره که با تمام جدیت در مقابل کسایی که این وحشت انجام دادن استادگی بکنه. از سوی دیگر شورای علما نیز از موقف ریاست جمهوری برای کیفر عاملان این رویداد استقبال میکند. قتل فرخنده فاجعه ای که همگان را تکان داد، دختری که بیگناهیش ثابت شد. اکنون همه انتظار فیصله عادلانه دادگاه درباره عاملان قتل فرخنده هستند. نیروهای هوایی کشور که مهمترین بخش نیروهای امنیتی گفته می شوند، هنوز هم به کمک های بیشتر نیازمند هستند. خلبانان نیروهای هوایی افغانستان می گویند که پرکارترین روزها را با اندکترین امکانات پشت سر می گذرانند. طارق مجیدی در سفر با یکی از هواپیماهای نیروهای هوایی به هلمند درباره وضعیت این نیروها با چند خلبان گفتگو کرده است. نیروهای هوایی افغانستان با اندک بودن امکاناتشان در مقایسه با اوضاع کشور روزهای بسیار پرکاری دارند. با این هم در بسیاری از حالت ها مقام های امنیتی از اندک بودن امکانات هوایی انتقاد کردند. این هواپیماها با تازگی در اختیار نیروها قرار گرفتند. در کنار چرخ بالهای نیروها 26 بال از هواپیماهای C-208 دارند. این هواپیماها بیشتر برای حمل و نقل نیرو با کار گرفته می شوند. نیروهای هوایی با مصرف بسیار آموزش می بینند. اما اکنون که به فعالیت آغاز کردن از امکانات بسیار ناچیز انتقاد می کنند. به گونه مثال این نان چاشت این نیرو هاست. بعد از اینکه پیلوت می شود توجه برش نیست. شاید تغییر رقم دوام کنه، شخصا خودم شاید ادامه نتم. یکی رو به دلار ماش میده، یکی رو به چیز ماش میده، به افغانی ماش میده، یکی رو به دیگر رقم ماش میده. در حالی که پرواز ما از کل تهران کده مشکل است، شاید از ملکی هم کده پرواز ما مشکل است. این خلبان نیلوفر رحمانی نام دارد. وی از آنچه که کم توجهی گفته می شود
انتقاد میکند. در این کشوری که ما پرواز میکنیم که هر ولایتش، هر منطقهش خطر است، اما حق را که ما میخواییم، حق را که باید داشته باشیم، او بر ما واقعا داده نمیشه. با تلاش های فراوان موفق نشدیم که دیدگاه وزارت دفاع ملی و یا فرماندهی نیروهای هوایی را در این زمینه به دست آوریم. نیروهای امنیتی افغانستان در بخش عملیات‌هایشان به شدت نیازمند پشتیبانی هوایی گفته میشن. هواپیماهایی که در 13 سال گذشته به دسترس نیروهای امنیتی افغانستان قرار داده شده و پیلوت‌هایی که در این بخش تربیت شده، اینها هم نیازمند رسیدگی بیشتر دانسته میشن، به خاطر که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان به اکمالات میپردازن و عملیات‌ها را حمایت میکنن. سید طارق مجیدی، تولو نیوز، ولایت هلمند. مجلس نمایندگان هنوز هم بررسی سندهای نامزد وزیران را به پایان نرسانیده است. کمیسیون‌های سه‌گانه بررسی سندهای نامزد وزیران میگویند که مشکلات در سندهای برخی از نامزدان سبب تأخیر در این روند شده است. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید که بررسی سندها و معرفی برنامه‌های نامزد وزیران تا آخر هفته آینده به پایان میرسد و در روز 29 ماه حمل برای آنان صندوق رأی گذاشته خواهد شد. با گذشت 10 روز از معرفی شدن 16 نامزد وزیر به مجلس نمایندگان، تا کنون تنها 3 تن از آنان برنامه هایشان را برای نمایندگان معرفی کردند. مشکلات در سندهای تحصیلی برخی از نامزد وزیران سبب تأخیر در بررسی سندهای آنان شده است و قرار است که این روند تا 3 روز دیگر به پایان برسد. در بعضی از اسنادهایی که بیرون از مرز بود مشکلات خود را داشت که تاییدی وزارت تحصیلات عالی بر ما هنوز نرسیده بود. بالاخره تا کمیسیونی که در روز آخرین روز کار تعطیلی هفته گذشته بود که ما بررسی کردیم، تعداد تقریبا 12 نفر اسنادشان بررسی شد. در این میان سید منصور سعادت نادری نامزد وزارت شهرسازی و عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ شهروندی دوگانه داشتند، اما این دو تن سندهای انصراف شهروندی دومشان را به شورای ملی فرستادند. دوگون طبیعت به ارتباط باندې د کوم داسې مشت معلومات راوسپر نه دي سوي موږ د پاره چې ده معتبره مرجع چې ده هغه وزارت خارجه ده شان معلوماتو د فاره نو هغه هم تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې دلته دوه تابعیت ته څوک زده کوم، هغه خپل تر دوم تابعیت تېر شوي دي. در همین حال هیئت اداری مجلس نمایندگان بر تکمیل بیدرنگ کابینه و پایان دادن به فرهنگ سرپرستی در کشور تاکید می‌ورزد. بعضی وزیر صاحبانو اسناد مکمل موږ ته نه دي رسېدلي، هغه کوم مکتوبونه چې موږ تکثیر کړي او دغه جواب چې موږ ته راسي، نو انشاءالله تعالی د راتلونکې شنبې یا دوشنبې په ورځ باندې د رایې اعتماد صندوقونه کېښودل کېږي. موږ غواړو چې کابینه څومره زر کولی سو چې تکمیل سي او دغه خلا ډکه سي او راتلونکي لپاره موږ نور سرپرست رئیسان لرو دغه په مواردو کې موږ تصمیمونه ونیسو. در همین حال نامزد وزیران تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر به روز شنبه برنامه هایشان را برای نمایندگان مجلس معرفی خواهند کرد. قرار بود حکومت در هفته روان نامزدان دادگاه عالی، لوی سرانوالی و بانک مرکزی را نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند. در کنار معرفی نشدن این نامزدان، گفته می شود که اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده است که نامزد وزارت دفاع ملی نیز از نامزدیش انصراف کند. در یک حمله انتحاری در برابر نیروهای خارجی در شهر کابل 3 غیرنظامی زخم برداشتند. فرمانده پلیس کابل میگوید که هدف انتحار کننده نیروهای خارجی بود، اما به این نیروها هیچ آسیب نرسیده است. فرمانده پلیس کابل میگوید که انتحار کننده با یک موتر کرولا از راه تنگی ترخیل خودش را به هدف رسانیده بود. باز هم انفجار به پیکر خسته کابل و کابلیان زخم داد. اینجا دسپیچری کابل است. هدف انتحار کننده نظامیان امریکایی بود. اینجا سرای ما است. سرای ما است. ما خبر شده وقتی خود رسانیم دیدیم که فضل خدا چوکیدارای ما و کسایی که جمعی بودن با وام که دام آسیب نرسیده. کرولا موتور در بین تریه ده. آقا ختم ده. نو آقا یو مصری و سرا جو بل ده زخمی ده. آقا پولیس و ویور و شبخانه تا. این رویداد شاید از این رو تلفات نداشت که روز جمعه است و بیشتر دکانها بسته هستند.
این بخش از پایتخت به علت حضور نیروهای خارجی بیشتر گواه چنین رویدادهایی بوده است. گفته شده که انتحار کننده سوار بر یک موتر کرولا بوده و از رای تنگی ترخیل خودش را به اینجا رسانیده است و موترهای نیروهای خارجی را هدف قرار داده است. اما بیشتر قربانیان و زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند. نظامیان افغان برای بررسی این رویداد دستهایشان را یک جا می سازند. اما چهار طرف هم از این رویداد خسارات زیاده ندیده است. به جاده پر است از تکه پارچه های موتر انتحار کننده. از اثر انتحار از اینمی کرولا یک موتر سوزکی از امو دکاندار حریق میشه، خودش زخمی میشه. جمله سه تا مجروح داریم در یادسه. مردم سرگردان و باز هم دستهایشان کوتاه شده از کار و زندگی آرام. اما خواستشان این است که با آمدن فصل جنگ، نظامیان افغان باید بیشتر از هر زمان دیگر بیدار شوند و از مردم و کشور پازبانی بکنند. از سوی دیگر در یک حمله انتحاری در ولایت ننگرهار چهار غیر نظامی کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد در حوالی ساعت 10 پیش از چهارشنبه امروز در نزدیکی میدان هوایی شهر جلال آباد هنگام رخ داد که یک مرد انتحاری مواد انفجاری همراهش را در برابر کاروان نیروهای خارجی منفجر ساخت. در همین حال در انفجار یک ماین جاسازی شده در کنار جاده در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 12 عضو یک خانواده کشته شدند. در 49مین روز ربوده شدن 31 مسافر در ولایت زاول عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، با چادر تحسن اعضای خانواده های این ربایده شدگان به پارک زرنگار شهر کابل رفت. آقای عبدالله این رویداد را یک توطئه در برابر حکومت و مردم میداند و میگوید که حکومت همه ناگفته ها را درباره این رویداد به اعضای خانواده های این افراد در شورای امنیت ملی خواهد گفت. در حالی که گفته می شود ربایندگان در بدل رهایی این افراد خواهان آزادی 12 حراس افغان از زندان های حکومت شدند، اما عبدالله تاکید می ورزد که این کار نباید با یک رسم در کشور مبدل شود. در زیر این چادرهای تحسن همسایه نزدیک کاخ ریاست جمهوری شدند. مادران، پدران و اعضای خانواده های این 31 مسافر رو بوده شده می گویند که بدون عزیزانشان در زیر هیچ سقفی آرام نمی گیرن. برای نخستین بار در کشور زنان نیز آمدن و برای رهایی فرزندان و اعضای خانواده هایشان در زیر این چادرهای تحسن شبها و روزهای بد زندگیشان را سپری می کنن. عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، نخستین مقام بلندپایی حکومتی است که برای دلجویی و دادن تعهد به این خانواده ها پا به این چادر تحسن می گذارد. همه از این مقام های حکومتی پرسش هایی دارن. مگه اینا برای امینا رای ندادن؟ این سهمی که از خارج میاد، این پولایی که از خارج میاد برای تنها برای اشرف غنی و عبدالله میاد یا برای افغانستان میاد؟ رئیس اجرایی حکومت میگوید که بسیاری از حرفای حکومت درباره ربوده شدگان در شورای امنیت ملی گفته خواهد شد. عملیات اگر شده چی واقع شده؟ بعد از او چی اقدام صورت گرفته؟ روز چی شده میدانه؟ بحث تبادله مطرح شده. تمام از اینا سوالات است که حق دارن این خانواده ها که به او پاسخ داده شده و محل پاسخ ازیره. من فکر میکنم که همون جلسه شورای امنیت خود بود. این خانواده ها میگویند که از ولایت های گوناگون با مشکلات فراوان به کابل آمدن و تا زمانی که نزدیکانشان آزاد نشوند به این تحسن ادامه خواهند داد. اگر رهان نشه باید خودون منم آتیش بزنید در ببید که هگ یک درد بوری. میلان میتون براتان که خود ازی در ذات خود یک مسئله بسیار بزرگ و وسط ملی مورد توجه قرار گرفته و دولت هم در بالاترین سطح ایر مورد بررسی و مورد پیگیری قرار داده. رئیس اجرایی حکومت میپذیرد که برای دیدار با این خانواده ها دیرتر رسیده است و این کارش را توجیه کرده نمیتواند، اما میگوید که حکومت به هیچ عنوان در این موضوع کوتاهی نکرده است و برای رهایی 31 گروگان به هر تلاشی دست خواهد زد. و ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال میکنیم. اما پیش از آن، انتقاد هند از آزادی زکی رحمان عامل حمله ممبئی.
با ادامه خبرها خوش آمدید. رستورانت در پایتخت فیلیپین با بکارگیری از هنرهای زیبا برای مشتریانش قهوه آماده می کند. این رستوران با درخواست مشتریانش کاریکاتورهای آنان را برای قهوه به تصویر می کشد. اکنون مالک این رستوران برای علاقمندان این هنر کارگاه آموزشی را شبانه برگزار می کند. اکنون می توان قهوه های کاریکاتوردار را در پایتخت فیلیپین یافت. رستوران در شهر مانیلا با درخواست مشتریانش بدون پرداخت پول اضافی کاریکاتورهای را روی قهوه به تصویر می کشد. مالک این رستوران در ابتدا به گونه داوطلب آرم رستوران را که خرگوش است روی قهوه ها به تصویر می کشید، کاری که در حال حاضر گسترش یافته است. اینان هرگز چنین چیزی ندیدند. اینان برگ و یا قلب را بیشتر دیدند که آنان را خوشحال میکند. اما من میخواهم یک گام پیشتر بروم و کودک، دوست پسر و یا کارتون دلخواهشان را به تصویر بکشم. اگر این کار آنان را خوشحال میکند پس عالی است. مالک این رستوران کشیدن کاریکاتور را روی قهوه به گونه آنلاین در مدت 3 ماه آموخته است که سبب رونق کسب و کارش نیز شده است. من شگفتی زده شدم، زیرا شما معمولا قلب و یا تزین های ساده را میبینید، اما آنر را در قهوه نمیبینید. مالک این رستوران در حال حاضر کارگاه های آموزشی کوچکی را برای علاقمندان این هنرش در شبها راه اندازی میکند و تصمیم دارد که شمار این کارگاه های آموزشی را نیز بیشتر کند. از سوی هم او میکوشد که در آینده نزدیک کاریکاتورهای سه‌بعدی را در قهوه ها به تصویر بکشد تا مشتریان بیشتر جذب کند. هند از آزادی زکی الرحمن مغز متفکر حمله های ممبئی از زندان در پاکستان ناامید شده است. وزیر داخلی هند میگوید که آزادی زکی الرحمن از زندان بر روابط میان دهلی نو و اسلام آباد آسیب خواهد زد. زکی الرحمن به روز جمعه به ضمانت از زندان آزاد شد. تا لحظات دیگر، آغاز کار ساخت بند آبگردان ینگی قلعه در ولایت تخار. با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان ولایت تخار از آغاز کار ساخت بند آبگردان ینگی قلعه در این ولایت با هزینه 12 میلیون دلار از کمک های بانک توسعه آسیایی خبر می دهد. سرپرست ولایت تخار می گوید که این بزرگترین پروژه توسعه در ولایت تخار است که با عملی شدن آن بیش از 500 جریب زمین کشاورزی در ولسوالی های ینگی قلعه و خواجه بهاءالدین آبیاری خواهد شد. در همین حال مسئولان وزارت انرژی و آب از شفافیت در کار این پروژه اطمینان می دهند. بند آبگردان ینگی قلعه و ساخت یک دیوار استنادی در کنار دریای ینگی قلعه مشمول یک پروژه بزرگ در ولایت تخار هستند که با هزینه 12 میلیون دلار از کمک های بانک انکشاف آسیایی عملی خواهند شد. سرپرست ولایت تخار می گوید که با عملی شدن این پروژه بیش از 500 جریب زمین قابل کشت در این ولایت آبیاری خواهند شد و می گوید که در چارچوب این پروژه 500 متر دیوار استنادی و دو طرف دریای ینگی قلعه نیز ساخته می شود تا از سرازیر شدن سیلاب ها و تخریب زمین های کشاورزی جلوگیری شود. یک پروژه بسیار بزرگ هست، اهمیت بسیار بالا را داره و ما ای را با اطمینان خاطر گفته میتانیم که این پروژه دوجت موفقانه و خیر عملی شدن بعد انشالله دور سوالی ینگی قلعه، خواجه بهاءالدین، زارعین، مردمش انشالله صاحب یک لقمه نان میشه. در این حال شماری از اعضای شورای ولایتی تخار بر عملی شدن درست این پروژه تاکید دارند. با ایجاد این بند آبگردان یک این تپه می شود که یک طرف از خساراتی که از ناحیه دریای آمو به وجود می آید جلوگیری کرد و از طرف دیگر این بند قسمت زیادی آبهای مورد ضرورت مردم تنظیم می کند. گفته می شود که ساخت بند آبگردان در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار از بزرگترین پروژه های بخش آبیاری در 13 سال گذشته در این ولایت است و شماری از باشندگان ولایت تخار با خوشبینی به عملی شدن این پروژه می گویند که ساخته شدن این بند تا اندازه مشکل کم آبی را در این ولایت برطرف خواهند ساخت. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس. شبتان خوش.